دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید. این جلسه دومیه که میخوایم با هم دیگه مثال از اعمال جبری روی توابع انجام حل بکنیم. بچا دو تا تابع fx برابر با رادیکال x و jx برابر رادیکال یک منهای x رو بهمون به دادن و ازمون خواستن ضابطه f ضرب gx و f تقسیم بر gx و دامنه های این دو تا تابع رو به دست بیارن. دامنه f ضرب g و دامنه f تقسیم بر g خب با ضابطه اف زب جی شروع کنیم بچه توی همون جلسه ای که اعمال جبری روی توابع رو توضیح دادیم گفتیم که اف زب در جی در واقع برابر با اف ایکس زب در جی که ما ضابطه اف ایکس رو داریم اف ایکس رو اینجا بهمون دادم و ضابطه جی ایکس هم اینجا بهمون دادم پس F ایکس زب در جی برابر میشه با رادیکال ایکس زب در رادیکال یک منهای ایکس چون هر دوی این عبارت ها زیر رادیکال هم میتونیم دوتا این عبارت x و یک منهای x رو بریم زیر یک رادیکال مشترک که میشه x زب در یک منهای x که میتونیم باز این x رو در کل پرانتز سمت راست زب بکنیم میشه رادیکال x من های x دو خب حالا که ضابطه رو به دست آوردیم بیایم یه جا دامنه این ضابطه هم به دست بیاریم بچه ها گفتیم که وقتی که دوتا تا تابع رو ضرب هم دیگه می‌کنی دامنه f ضرب در برابر با x عضو اشتراک دامنه f با دامنه G خب حالا بعد مهم اینه که نکته اصلی اینجا تو این مثال اینه که دامنه اف و دامنه جی رو به دست بیاریم. دامنه اف بچه ها برابر با X ها به قسمی که رادیکال X یعنی X ها به قسمی که ایکس رادیکال X معنا و مفهوم داشته باشه. به ازای چه X هایی رادیکال X معنا و مفهوم داره و خروجی داره. وقتی که زیر رادیکال یه عدد بزرگتر مساوی صفر باشه اون اون رادیکال معنی داره یعنی وقتی که x بزرگتر مساوی صفر باشه اون رادیکال x معنی داره پس در نتیجه به ازای x های بزرگتر مساوی صفر دامنه f تعریف میشه یعنی دامنه f اون برابر با x های بزرگتر مساوی صفر که من میتونم اینو به صورت بازم نشونش بدم به این صورت دامنه g بچه چیه؟ دامنه g میشه وقتی که به ازای ایکس هایی که عبارت زیر رادیکال بزرگتر مساوی صفر باشه تا تا اون رادیکال اصلا معنی داشته باشه بخوایم ببینیم که به ازای چه ایکس هایی رادیکال زیرش یعنی عبارت زیر رادیکال بزرگتر مساوی صفر میگیم که یک منهای x باید بزرگتر مساوی صفر باشه در نتیجه x هامون باید کوچکتر مساوی یک باشه و در نتیجه x هامون ببخشید دامنه g برابر با x ها عضو بازه یک تا منفی بی نهایت درست بچه ها پس دامنه f زبدر در g برابر با بازه x های عضو بازه صفر تا مثبت بی نهایت اشتراکشون با ایکس های عضو بازه یک تا منفی بی نهایت که اشتراک این دوتا بازه میشه ایکس های بین صفر و یک درسته؟ مرسی؟ خب حالا باید یه چیز دیگر رو حساب کنیم حالا باید بریم سراغ ضابطه اف تقسیم بر جی ایکس گفتیم که وقتی که f تقسیم برای جای x رو می در واقع برابر با f x تقسیم بره نه عبارت تقسیم هم اینجوری بنویسم جای x که می شود بچه ها رادیکال x تقسیم برای یک منهای x زیر رادیکال که دوباره میتونیم یه رادیکال مشترک بنویسیم بچه ها بذارن. با همون رنگ ثابت من بنویسم با رنگ سفید همون جوری که ضابطه ای افضاب در جی رو حساب کردم میشه x تقسیم بر یک منهای x رادیکال زیر رادیکال که اگر رادیکال هم مشترک بکنیم میشه x به روی یک منهای x تقسیم زیر رادیکال خب دامنه f تقسیم بر g چیه؟ بچه ها گفتیم که تقسیم یه کلک کوچولویی داشت که باید حواسمون باشه در واقع وقتی که میخوایم دامنه f تقسیم بر ج رو حساب بکنیم همون ایکس های عضو دامنه f اشتراکش با دامنه g ان به شرطی که یه شرط هم داشته باشن به شرطی که این x ها این x ها چی بچه این ایکس ها مخرج کس رو صفر نکنن درسته یعنی x هایی که جای x بچه ها مخالف صفر باشه چرا چون جی ای ایکس تو مخرجه و اصلا هر عدد تقسیم بر صفر معنی نداره خب پس این چه, چه، یعنی این دامنه چی میشه بچه ها بعد اول ببینم جی ای ایکس به ازای چه ایکس های صفر میشه میگم جای ایکس اگر مساوی صفر باشه یعنی یک منهای ایکس بچه ها برابر با صفر یعنی ایکس برابر با یک درسته بچه ها؟ پس این دوتا برای دامنه اف تقسیم برجه میشه بازه صفر تا یک اشتراکش با x مخالف یک چون به ازای x برابر یک جی صفر میشه پس درنشه این بازه میشه از صفر تا یک ولی خود یک رو شامل نمیشه خب بچه ها این هم یه مثال از ضرب و تقسیم توابه بود فکر کنم بس دیگه اعمال جبری روی تباور و ما آشنایی خوبی باش پیدا کردیم مرسی که تو این جلسات همراه من بودید فعلا خدافز